مهمانی داریم، آقای گابریل نورونها که در دولت آقای ترامپ مسئول سابق میز ایران بود به ما پیوسته. چقدر فکر میکنید آقای نورونها که این احتمال واقعا وجود داره که آقای ترامپ با توجه به تمام انتقادهایی که الان داره از او صورت میگیره سرانجام اعلام بکنه که در انتخابات پیش رو شرکت خواهد کرد؟ من فکر میکنم که خیلی احتمالش بالاست. من فکر میکنم که حتما این کار رو انجام خواهد داد و انتخابات شرکت خواهد کرد. این احتمال زیاد داره که این رو بعد از اینکه انتخابات میان دوره‌ای اتفاق افتاد در واقع اعلام بکنه و همچنین به خاطر اینکه تأثیر میذاره رو اون مسئله و همچنین مسئله پول هست که در واقع کسایی که پول زیادی هدیه میکنن رو این را مسئله براشون مهمه و نمیخواد مسئله در این زمینه پیش بیاد. همین الان که داریم با شما صحبت میکنیم میدونیم که این کمیته ششم ژانویه همچنان مسئول بررسی حوادث بعد از انتخابات هست. بسیاری از جمهوری خواها الان دوپاره شدن که آیا باید از آقای ترامپ حمایت بکنن یا به خاطر اتفاقات بعد از ششم ژانویه باید او رو ترد بکنن از داخل این حزب. کاملا درسته. این چیزی که من فکر میکنم اینه که کاری که در واقع این کمیته داره انجام میده در واقع داره میخواد برنامه ترامپ رو به هم بزنه و اون روایتی رو که ترامپ در وضعیت ریاست جمهوریش داره رو از بین ببره، چرا که میخواد همه این دوره ریاست جمهوریش رو خلاصه بکنه روی یک مسئله‌ای که اون روز اتفاق افتاد و به هم دل میخواد که هم در میان جمهوری خواها و هم در مورد مستقلین کسایی که به صورت مستقلا رأی میدن رو در واقع وضعیت ترامپ رو بد بکنه. ولی اون یک موردی که دارید بهش اشاره میکنید مثلا اختلاف بر سر نظام بهداشتی یا مالیات که نیست، موضوع انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در ایالات متحده آمریکاست و برای بسیاری این حمله به دموکراسی آمریکا بوده. کاملا درسته. من فکر میکنم اون چیزی که خیلی اهمیت داره برای حزب دموکرات حزب جمهوری‌خواه اینه که در واقع بتونن که مسئله سیاستش رو در واقع برای دموکرات‌ها سیاستشون کاملا خلاصه شده رو مسئله کمیته در واقع ششم ژانویه و همه چیز رو دارن به اون خلاصه میکنن. امروز در واقع دیدیم که پنس سخنرانی کرد و گفت که ما نباید به برگردیم به عقب و به عقب نگاه کنیم و این کمک میکنه به رئیس جمهور ترامپ. جمهوری خواه میخوان رو به جلو نگاه بکنن و یک برنامه مشخصی رو اونجا کنن و در واقع چیزی رو که میخوان از یک رئیس جمهور جمهوری خواه انتظار داشته باشند رو زیاد بحث بکنن و گمان میکنم دولتی بهتر از اینی که در سر کار هست نمیشد به جمهوری خواهان هدیه داد. اینطور نیست با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی و بحران انرژی که آمریکا داره باش روبرو میشه؟ به نظر میاد که بسیاری دوباره دارن تمایل پیدا میکنن به حزب جمهوری خواه. بله همچنین هست. من فکر میکنم که بایدن در حال حاضر در تاریخ معاصر ما خیلی در واقع یکی از کم طرفدارترین رئیس جمهورها تبدیل شده. بعضی ها دارن تعجب میکنن و بعضی ها دارن از این استفاده میکنن، جمهوری خواه ها، که بتونن از این این رو تبدیل به یک سرمایه بکنن که بتونن ازش استفاده بکنن در انتخابات ریاست جمهوری آینده. و در واقع دموکرات ها در میان خودشون منتهای خورده اتحادشون بیشتره و در میان مطبوعات طرفداران بیشتری دارن و این در واقع باعث میشه که این وضعیت دولت فعلی کمک میکنه به در واقع روایت دولت ترامپ و به ترامپ کمک زیادی خواهد کرد. معمولا رئیس جمهورها چه از حزب دموکرات و چه جمهوری خواه در دوره دوم زمامداریشون یک مقدار رفتاراشون تغییر میکنه چون دیگه نگران انتخابات مجدد نیستن. فکر میکنید آیا ترامپ هم در دور دومش اگر نامزد بشه و انتخاب بشه یک ترامپ دیگر خواهد بود یا همون ترامپی خواهد بود که برای 4 سال میشناختیم؟ من فکر میکنم که شما یک ترامپی رو خواهید دید که خیلی آماده مبارزه باشه، چرا که دیگه نمیخواد این رو در واقع انتخاب بشه خودش و خودش رو دوباره انتخاب کنه و بیاد بالا. به همین دلیل از درس هایی هم که در دوره اول در واقع گرفت استفاده خواهد کرد، درس های شخصی، کسایی رو انتخاب خواهد کرد که بهش کمک بکنن که بیشتر بهش وفادار هستن، نه
کسایی که بعداً بتونن برای علیش کار کنن. کسایی رو در دولت قبلی که داشتن کسایی هستن که در واقع بعضیاشون مشکلی بود. بعضی هستن که در واقع نمیخوان کار بکنن در دولت ترامپ چون میگن که در واقع وضعیت تروماتیک زیادی هست. در این زمینه ترامای زیادی وجود داره و نمیخوایم که در این زمینش کار بکنیم. به همین دلیل در مخصوصاً در سیاست خارجی ما فکر میکنم خیلی تندتر باشه. در جلسه که امروز در جریان بود و الان هم آقای ترامپ داره صحبت میکنه، من حرف زیادی در مورد ایران نشنیدم. اما شما در همون دولت آقای ترامپ در میز ایران کار میکردید. یک چالش بزرگ سیاست خارجی چه دولت بعدی دموکرات باشه و چه جمهوری خواه طبیعتا برنامه هسته ایران هست. فکر میکنید یک برنامه هسته ایران به چه سوی خواهد رفت و دو دولت بعدی آمریکا چه کار خواهد کرد؟ من فکر میکنم که برنامه اتمی داره توسعه پیدا میکنه و توسعه پیدا خواهد کرد تا جایی برسه که دیگه چاره برای اسرائیل نخواهد بود برای اینکه یک واکنش نظامی به اون نشون بده و در اون زمینه هم ایالات متحده هم وارد کار میشه. دموکرات ها و در واقع جمهوری خواه ها در کنگره خیلی بر ضد اون چیزی هستند که در واقع با دولت بایدن داره این کار رو انجام میده، این کار رو که انجام میده خیلی مخالف هستند. میدونین که در جمهوری خواه ها خیلی چیزا هستند که باش با خودش در میان خودشون اختلاف دارن، ولی ایران یک مسئله ای هست که بسیار همه روش اتفاق نظر دارن. جمهوری خواه ها همه میخوان که برگردن به فشار حد اکثری، سیاست فشار حد اکثری، و اگر همچین مردمی ادامه پیدا بکنه امکان وجود خواهد داشت که به سمت یک حمله نظامی پیش بره. من فکر نمی کنم که وضعیتی که در حال حاضر برای ایرانی ها وجود داره از این بهتر بشه. این چیزی که داره بایدن پیشنهاد میکنه که به ایرانی ها، این از این بهتر نخواهد شد. چیزی بهتر از این گیرشون نمیاد.